سلام بیننده های عزیز امروز هم با یکی دیگه از برنامه سروتمندترین ها مهمون خونه هاتون هستیم هفته پیش آقای لری پیج آقای ستیفان پرسن آقای مایکل بلومبرگ و آقای لی کاشینگ رو به شما معرفی کردیم این هفته با چهار نفر بعدی از شخصیت های ثروتمند دنیا آشنا خواهیم شد یعنی نفر چهاردهم، سیزدهم، دوازدهم و یازدهم. ابتدا خلاصه برنامه هفته پیش رو ببینیم که با چهار نفر بعدی از شخصیت های دنیا آشنا بشیم هیچده همی شخص ثروتمند دنیا آقای لری پیج هستش آقای پیج به همراه آقای سرگی برین که 19 همی شخص ثروتمند دنیا بود موتور جستجوی گوگل را بنا کرد ایشون یک سال سن دارند و متولد کالیفرنیا هستند و با مبلغ حدود 29 میلیارد بلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیا است. 17 همین شخص ثروتمند دنیا کسی نیست جز آقای استیفن پرسن. آقای پرسن 66 سال سن دارند و متولد سوئد می باشند. ایشون مؤسس فروشگاه زنجیره اچنن می باشند و با مبلغ حدود 32 میلیارد دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیا است. 16 شخص ثروتمند دنیا آقای مایکل بلومبرگ هستش. آقای بلومبرگ چهره شناخته شده ای در دنیای تجارت است و الان در حال حاضر شهردار نیویورک می باشند. آقای بلومبرگ 72 سال سن دارند و با مبلغ حدود 32 ممیز 9 بلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیا است. رسیدیم به 15 همین شخص ثروتمند دنیا آقای لی کاشینگ آقای شینگ اصالتا چینی است و 86 سال سن دارند. ایشون در کارهای زیادی فعالیت کردند و همینطور سرمایه گذاری که با مبلغ حدود 34 میلیارد 4 بیلیون دلار در رتبه 15 همی شخص سروتمند دنیا قرار گرفتند. برنامهمون رو با چهاردهمین شخص ثروتمند دنیا شروع میکنیم خانم لیلیان باترکورد خانم باترکورد اصالتا فرانسوی است و صاحب شرکت لوازم آرایشی لوریال هستش 91 سال سن دارند و با مبلغ حدود 35 ممیز 7 بلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیا است. خانم لیلیان باترکورد متولد 21 اکتبر سال 1922 بازرگان کارآفرین و نیکوکار فرانسوی است که سهامدار و مالک اصلی شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی لوریا محسوب می شود. وی تنها فرزند اوژن شولر بنیانگذار این شرکت می باشد. در ماه مارچ سال 2013 باتنکورت با, با دارایی خالص بالغ بر 35 ممیز 7 بلیون دلار به عنوان چهاردهمین شخص ثروتمند جهان و سومین زن ثروتمند جهان در فهرست مجله فوربز ذکر شده است. باتنکورت همکنون به عنوان ثروتمندترین زن فرانسه شناخته می شود. همچنین پس از برنار آرنو رتبه دوم از فهرست ثروتمندترین افراد فرانسه را به خود اختصاص داده است. مادر لیلیان بتانکورد در سال 1927 از دنیا رفت. وقتی که لیلیان بتانکورد پنج ساله بود. و به همین دلیل او به پدر خود نزدیک تر شد و رابطه خوبی با پدرش داشت. در سن 15 سالگی لیلیان بتانکورت به شرکت پدرش لوریال پیوست و با پدر مشغول به کار شد. در سال 1950 او با یک سیاستمدار فرانسوی آقای انجر با باتنکورت ازدواج کرد. همسرش به شرکت لوریال کمک خیریه زیادی کرد. حاصل ازدواج آنها دختری به نام فرانسوا بود که در دهه جولای سال 1953 متولد شد. بعد از فوت پدرش تمام دارایی ایشان به لیلیان بتانکورد تنها دخترش ارث رسید و خانم بتانکورد سهامدار و رئیس اصلی شرکت لوریال شد. خانم بتانکورد در سال 1987 به همراه همسرش و دخترش بنیاد بتانکورد شوالر را برای حمایت و توسعه پروژه های پزشکی، فرهنگی و انسان دوستانه بنا کرد. خانم بتانکورد به عنوان قدرتمندترین زن جهان از نظر مالی شناخته شده و وبسایت فوربز گزارش داده که ایشان با مبلغ خالص 35 ممیز 7 بلیون دلار آمریکایی ثروتمندترین زن جهان است. سیزدهمین شخص ثروتمند دنیا آقای برنارد آرنو هستند. آقای آرنو اصالتا فرانسوی است و 65 سال سن دارند. او رئیس و صاحب شرکت کرسیان دیور و ال ام اچ می باشند که همونطور که وبسایت فوربز نشون داده او با مبلغ حدود 35 ممیز 8 بلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیا است. آقای برنار آرنو تاجر، کارآفرین و کلکسیونر آثار هنری فرانسوی است. به گفته مجله فوربز آرنو با دارایی خالص 35 ممیز 8 بلیون دلار ثروتمندترین فرد در اروپا و 13 فرد ثروتمند جهان می باشد. آقای آرنو در تاریخ 5 مارچ سال 1949 در شهر روبای در شمال فرانسه زاده شد. پدرش کارخانهدار و مالک شرکت ساخت و ساز فارنر بود. دوران کودکی آرنو در شهر روبای سپری شد. سپس برای ادامه تحصیل به پاریس نقل مکان کرد. آرنو پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان مکس نایز در شهر روبای در سال 1969 به دانشگاه پلیتکنیک پاریس رفت. وی در سال 1971 موفق به کسب مدرک مهندسی در رشته عمران گردید و به درخواست پدرش به کسب و کار خانوادگی پیوست. آنو پس از فارغ تحصیلی در سال 1971 به عنوان یک مهندس عمران به شرکت ساختمان سازی و املاک پدری پیوست. و در سال 1976 پدرش را قانع کرد که با بخش تولیدی شرکت به مبلغ 40 میلیون فرانک تصفیه حساب کرده و تمرکز شرکت را به معاملات املاک معطوف نماید. شرکت جدید با تغییر نام به فعالیت در حوزه اداره اقامتگاه های مسافرتی با امکانات خاص وارد گردید. آرنو در سال 1979 جانشین پدرش در جایگاه ریاست شرکت شد. آرنو در سال 1981 پس از اینکه فرانسوا میترارد رئیس جمهور فرانسه شد به ایالات متحده مهاجرت کرد و شرکت فارنر شرکت پدری را در آنجا تأسیس نمود و با این وسیله موفق شد ساختمان های مسکونی در پام بیچ در ایالت فلوریدا احداث نماید. آرنو سه سال بعد زمانی که سوسیالیست های فرانسه به روی کرد اقتصادی محافظ کارانه تر تغییر رویه دادند دوباره به فرانسه بازگشت و به با عنوان مدیر ارشد اجرایی یک شرکت کالاهای لوکس کالاهایی که با افزایش درآمد مصرف کنندگان میزان مصرفشان افزایش مییابد مشغول به کار شد آرنو با کمک بخش بنگاه سرمایه گذاری بانک لازارد در ازای اینکه شرکت تعدیل نیرو نداشته باشد شرکت کریستیان دیور را خرید که در بحران ورشکستگی به سر می برد. در واقع دولت فرانسه به دنبال کسی می گشت تا این امپراتور نساجی را که شرکت های بسیاری زیر مجموعه آن بودند به دست گیرد. خانواده آرنو تنها مبلغ 15 میلیون دلار برای خرید این شرکت هزینه کرده و 80 میلیون دلار باقی مانده را بانک لازار تأمین نمود. دلیل اصلی آرنو برای خرید این شرکت به دست آوردن برند مشهول دیور بود تا پایه ای باشد برای راه اندازی یک سوپرمارکت کالاهای لوکس که طبقه متوسط جامعه بتوانند از آن خرید کنند آرنو به سرعت دیور را گسترش داد تا برندهای جدیدی مثل خانه مد کرسینا لاکاکووا اند سلین که کالاهای چرمی تولید می کردن را نیز در برگیرد. کمی بعد آرنو مجبور شد تقریبا تمام سرمایه شرکت را به قیمت 400 میلیون دلار فروخته و تنها برند با پرستیژ کریستیان دیور و فروشگاه روبین مارشا را نگه دارد این فروش او را قادر ساخت تا یک ممیز 8 میلیارد دلار از سهام شرکت LVMH را در سال 1989 خریداری کند تا به این طریق کنترل 24 درصد از این گروه را در اختیار گیرد. کمی پس از خریداری 24 درصد از سهام LVMH بین آرنو و هنری راکمایر رئیس قبلی شرکت لویز وتان که از شرکت‌های تابع LVMH بود درگیری بر سر قدرت رخ داد در عرض کمی بیش از یک سال آرنو در منازعات دادگاه پیروز شده و راکمایل از کار برکنار شد در دست گرفتن قدرت در LVMH یکی از متبهرانه ترین کارهای تجاری در تاریخ فرانسه بوده و باعث شده آرنو به عنوان فردی بدتینت شناخته شود که به واسطه اخراج های متعدد دیگران به قدرت رسیده است اما با این حال بسیاری از افراد استراتژی کسب و کار آرنو و علاقهش برای ریس پذیری را قابل احترام می دانند. آرنو با موفقیتی که در کمپانی LVMH کسب کرده بود شروع به سرهم کردن تکه های سوپرمارکت کالاهای لوکس خود نمود آنو از آن زمان تا کنون شرکت را با برنامه توسعه جاه ای پیش برده که کمپانی LVMH را تبدیل به بزرگترین گروه تجاری کالاهای لوکس در دنیا کرده است. آرنو در دهه 1990 با خرید دهها تولید کننده کالاهای لوکس در اروپا، آمریکای شمالی، آسیا، آمریکای جنوبی و استرالیا شرکتش را تبدیل به یک امپراتوری بزرگ کالاهای لوکس نمود. کریستیان دیور و LVMH در مجموع 50 مارک از معروف تنی تولیدات جهانی را در اختیار دارند. از جمله تولیدات آن کیف های لویس و تان است که امروزه در دست بسیاری از خانم ها حتی با مارک های تقلبی نیز دیده می شود. آرنو امپراتوریش را طی 20 سال راه انداخت. هرچند که او بسیاری از زیر مجموعه های LVMH را خود به وجود نیاورد. اما درک درستی از پتانسیل آنها برای جذب مشتری بیشتر بود و این نکته ای بود که وی را امروز به موفق مرد فرانسه تبدیل کرده است ادغام موفقیت آمیز چند تولید کننده معروف کالاهای لوکس توسط به آرنو سبب شده است تا شرکت های دیگری نیز به همین فکر بیفتند قدمت قدیمی ترین شاخه LVMH به سال 1593 برمیگردد. سهام این گروه به طور عمومی در بازار بورس یورونکس پاریس داد و ستد می شود و بخشی از شاخص CAC چهل معیار شاخص سهام در بازار بورس است. LVMH در حال حاضر 56 هزار نفر را به استخدام خود درآورده است. چهل درصد از کارمندان LVMH در فرانسه مشغول بکارند. LVMH در 1500 فروشگاه معتبر جهان فعالیت داشته و از همین رو بازار وسیعی را برای عرضه محصولاتش در اختیار دارد. طرحی که LVMH با جدیت آن را کنترل می کند نحوه فروش محصولاتش است و به شدت بر مکانهایی که این محصولات به فروش می رسد نظارت دارد. برای مثال تولیدات لویس وتان فقط از طریق بوتیک های این شرکت و با تابلوهای بزرگ لویس وتان به فروش می رسد. که در نقاط مفرح نشین شهرهای ثروتمند تأسیس شدند و یا اینکه اجازه فروش محصولات خود را به دیگر فروشگاه های کننده محصولات لوکس اعطا می کند. از این لحاظ سیاست آرنو با مؤسسان والمارت یا آلدی متفاوت است که گروه هدف آنها قشر متوسط جامعه تشکیل می دهد. آنو توانایی ویژه‌ای در کشف استعدادهای بازار دارد خوب میداند چه محصولی را باید در کجا عرضه کند و چه محصولی در بازار با استقبال روبرو نخواهد شد و قطعا به همین دلیل است که مجموعه تحت مدیریت او بزرگترین شرکت در عرضه لوازم لوکس است این شرکت خود دارای پنجاه مجموعه است که هر کدام از مارک های معروفی هستند و در یک یا چند شاخه بهترین محصولات را تولید می کنند. مقر LVMH در پاریس است. در سال 1987 لوئیس وتان که در آن زمان از بهترین تولید کنندگان مسافرتی بود با شرکت مو وی هنسی ادغام شد با مشارکت این شرکتها ها LVMH تشکیل شد LVMH تا حد زیادی تحت کنترل کریستین دیور است که آرنو ریاست آن را بر عهده دارد لویس وتان که به اختصار الوی نیز خوانده می شود یک خانه مد فرانسوی است که در سال 1854 تأسیس شد این شرکت طیف وسیعی از کالاهای لوکس را تولید و ارائه می نماید برند لویس وتان یکی از پیشروهای صنعت مد در جهان است که محصولات خود را از طریق بوتیک های مستقل فروشگاه های زنجیره ای و وبسایت شرکت به فروش می رساند. شرکت لویس وتان برای 6 سال متوالی 2006 تا 2012 به عنوان با ارزشترین نام تجاری در زمینه کالاهای لوکس در جهان شناخته شده است. ارزش این برند در سال 2012 معادل 25 ممیز 9 میلیارد دلار برآورد گردید. از سال 1989 تا کنون آرنو مالک برند لویس وتان می باشد. وی از طریق شرکت LVMH مالک 42 درصد از سهام این شرکت می باشد. آرنو اعتقاد دارد که شرکت برای افزایش انرژی خلاقانه باید مدیرانی با عشق و علاقه به هنرمندان داشته باشد و به این شکل می توانند هنرمندانشان را درک کنند. آنا که در میان مدیران ارشد اجرایی پیشتاز در جهان فردی منحصر به فرد است همواره این توانایی را داشته که بین جنبه های مالی و خلاقانه کسب و کار ارتباطی مناسب برقرار کند او اگرچه هیچ وقت به محدود کردن نوآوری طراحانش اعتقاد نداشته اما همواره بر انضباط مالی در خرید بازاریابی و فروش محصولات شرکتش تاکید کرده است آنا تاکنون دوبار ازدواج کرده و دارای پنج فرزند است و یکی از دخترانش نیز در حال حاضر از مدیران LVMH است. همسر دوم آرنو، هلن مرسیه، یک پیانیست اهل کبک کانادا و کلکسیونر نوت‌های موسیقی می باشد. دوازدهمین شخص ثروتمند دنیا آقای رابسن والتن می باشند. آقای والتن به همراه خانواده‌اش، رئیس و صاحب شرکت والمارت بزرگترین شرکت خورده فروشی جهان می باشند. ایشون هفتاد سال سن دارند و متولد ایالات متحده آمریکا است. او در حال حاضر به عنوان رئیس هیئت مدیره در این شرکت فعالیت می کنند که با مبلغ حدود 35 ممیز 9 بلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیا است. آقای رابسن والتن زاده 28 اکتبر سال 1944 بزرگترین فرزند هلن و سام والتن بنیانگذار شرکت والمارت بزرگترین شرکت خورده فروشی جهان می باشد. او در حال حاضر به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت فعالیت می کند. به گزارش مجله اقتصادی فوربز در سال 2013 ارزش دارایی‌های های والتن معادل 35.9 و میز 9 دلار شده است. همچنین در ماه اکتبر سال 2013 در فهرست میلیاردرهای شاخص بلومبرگ رابسن والتن در رتبه 11 از ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفت. والتن مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت بازرگانی در سال 1966 از دانشگاه آرکانزاس اخذ نموده است. رابسن والتن پس از فارغ التحصیلی تحصیلی از دانشگاه به عنوان یکی از اعضای شرکت حقوقی کانر ان وینتر درآمد. این شرکت در واقع نماینده حقوقی شرکت والمار در تالسا اوکلاهاما محسوب می شود. وقتی که آقای والتن در سال 1978 از تالسا رفت سه فرزند داشت و از همسر اول خود خانم کارولاین فانک طلاق گرفته بود ایشان در سال 2000 از همسر سابق خود جدا شده بودند آقای والتن در سال 1969 به شرکت والمارت پیوست که در فعالیت‌های مختلف مشغول به کار شد در سال 1978 وی به عنوان معاون مدیر عامل والمارت منصوب گردید و در سال 1989 نیز نائب رئیس هیئت مدیره والمارت شد. والتن در تاریخ 7 اپریل سال 1992 دو روز بعد از مرگ پدرش به عنوان رئیس هیئت مدیره والمارت انتخاب شد که کماکان در این جایگاه فعالیت می نماید. اطلاعات زیادی از آقای والتن در دست نیست. او در کارهای خیریه زیادی فعالیت دارد. او در حال حاضر با تعدادی از سازمان های غیر انتفاعی و آموزشی از جمله حفاظت بین جایی که او به عنوان رئیس کمیته اجرایی خدمت می کند و همچنین کالج ووستر کمک های مالی کرده است. رسیدیم به یازده شخص ثروتمند دنیا، خانم الیس والتن. خانم والتن به همراه برادرش رابسن والتن که دوازده شخص ثروتمند دنیا بود، صاحب شرکت والمارت هستند. ایشون 64 سال سن دارند. و با مبلغ حدود 36 بیلیون دلار خود را در لیست ثروتمندترین مردم جهان قرار دادند. خانم الیس والتن ثروتمندترین زن دنیا می باشد. او با ثروت 36 بیلیون دلار در 11 همین جایگاه ثروتمندان جهان قرار دارند. خانم والتن در هفته اکتبر سال 1949 در نیوپورت ایالت آرکانزاس آمریکا متولد شده است. وی از وارسان و دختر مؤسس والمارت سام والتن و خواهر رابسن و جیم والتن است برادر دیگر او جان والتن در سال 2005 بر اثر حادثه هواپیما جان خود را از دست داد خانم والتن فارغ تحصیل رشته مدیریت مالی و اقتصادی از دانشگاه ترینیتی در سان آنتوریو ایالت تگزاس است او کار خود را در مدیریت مالی به عنوان تحلیلگر شروع کرد او سپس به عنوان نائب رئیس و سرپرست تمام فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری گروه بانک آروست مشغول به کار شد. خانم والتن در سال 1988 یک بانک سرمایه گذاری فعال در بخش های مدیریت مالی شرکت، مدیریت مالی ساختار یافته و عمومی، مدیریت مالی مبادله املاک و فروش و تجارت را با نام شرکت تأسیس کرده و خود نیز به عنوان رئیس و مدیر ارشد اجرایی آن مشغول به کار شد. او برای مدتی نیز واسطه معاملات بازرگانی ای اف هان بود. خانم والتن نخستین رئیس و نیروی گرداننده شورای آرکانزاس شمالی می باشد. این سازمان توسعه اجتماعی نقش مهمی در تضمین و تحکیم توسعه فرودگاه های محلی آرکانزاس شمالی داشته است. در واقع خانم والتن سرمایه اولیه برای پروژه ساخت این فرودگاه را تأمین کرده بود هیئت مدیران فرودگاه حاکمیت وقت این فرودگاه را به خاطر حمایت خانم والتن از توسعه حمل و نقل در منطقه فرودگاه الیس والتن نامید خانم والتن همچنین در سال 2001 به عنوان عضو رسمی تالار اشخاص مهم و خاص صنعت هوایی آرکانزاس انتخاب شد خانم والتن در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2004 به کنگره محافظ کاران آمریکا مبلغ 2.6 میلیون دلار اهدا کرد. خانم والتن در فعالیت‌های بشردوستانه نیز حضوری فعال دارد که اصلی ترین آنها عضویت هیئت مدیره بنیاد خانواده والتن است. سام به قدرت یک فرد برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود و جامعه باوری عمیق داشت. وی عمیقا به دستیابی به موفقیت اعتقاد داشت که این موفقیت علاوه بر موفقیت در کار شرکت شامل تعهدات بشر دوستان نیز میشد فلسفه سام و هلن والتن از تأسیس این بنیاد از تجربه زندگی در شهر کوچکی در شمال غربی آرکانزاس حاصل شده بود که به آنها ارزش مشارکت و همکاری و اهمیت تحصیلات در جامعه را آموخته بود و به آنها این درک را داده بود که سرمایه گذاری در فعالیت بشردوستانه بشر دوستانه می تواند تغییر قابل ستایشی در جامعه ایجاد کند. در حال حاضر این بنیاد و خانواده والتن به دنبال پیروی از همان اصول و ارزش ها و گسترش فعالیت های خیرخواهانهشان هستند. در سال 2007 این بنیاد در زمینه سرمایه گذاری در امور خیریه مبلغی بالغ بر 241 میلیون دلار اهدا کرده است. وی همچنین در هیئت مدیره دانشگاه علوم پزشکی آرکانزاس و هیئت علمی مدرسه تجارت و مدیریت دانشگاه آرکانزاس نیز فعالیت دارد. این دانشگاه در سال 1996 کرسی را در بخش مدیریت مالی به خانم الیس والتن داد که دانشگاه را به واسطه دانشکده مدیریت تجارت آن در رسیدن به تعالی تحصیلی در سطح ملی و جهانی یاری میداد. دیدگاه انسان دوستانه خانم والتن همچنین باعث تأسیس پایگاه تابستانی منحصر به فردی در آرکانزاس شمالی شد که هر ساله کودکان زیادی با پیر زمینه های اقتصادی اجتماعی گرد هم می آورد. خانم والتن دامنه فعالیت های بنیاد خانواده والتن را با تأسیس موزه هنر آمریکا کریستان بریج به بخش هنر نیز گسترش داد. این موزه که نخستین محل برای نهاد هنر ملی می باشد با هنر و هنرمندان اهدا شده و مکانی برای یادگیری و تجمع هنرمندان نیز می باشد. خانم والتن به شدت به سوارکاری علاقه مند است و در حال حاضر در ایالت تگزاس زندگی می کند. بیننده های عزیز، من چهار نفر از ثروتمندترین مردم جهان را به شما معرفی کردم که به ترتیب خانم لیلیان باترکورد، آقای برنان آرنو، آقای رابسن والتن و خانم الیس والتن بودند همونطور که دیدین این چهار نفر از ثروتمندترین ها با تلاش فراوان به موفقیت و ثروت بلیونی دست یافتند دوستان یکی از مهمترین هدفهای انسان کار و تلاش است که باید آن را تحقق داد که با کار و تلاش قطعا ثمره آن را خواهید دید افراد موفق دنیا هم با تلاش به موفقیت دست یافتند و هدفهای خود را دنبال کردند امیدوارم که اطلاعات کافی رو از این چهار شخص ثروتمند دنیا به شما داده باشم هفته دیگه با چهار نفر بعدی از شخصیت های ثروتمند دنیا با شما خواهم بود نفر دهم ده نهم هشتم و هفتم من تا هفته بعد شما دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار